او افراد دیابتی یا مقاوم به انسولین از میوه میترسن و همیشه دستشون میلرزه که چی بردارن و چی بخورن ولی اما میوه خوبی برای اینها وجود داره درود به همگی فرشید جلیان هستم نه پزشکم و نه سعی میکنم باشم من یک مشاور و مربی منابع انسانی کنجکاو در زمینه تغذیه ورزش و پیشرفت هستم در کانال یوتیوب تجربیاتم و اطلاعات جدید از مقالات و پادکست های مختلف رو با شما به اشتراک میذارم و امروز میخوام در این ویدیو کوتاه لیستی از ده میوه مناسب بهتون بدم این لیست برای افرادی هست که با قند مشکل دارن یا به دنبال کاهش وزن هستند. این یک ویدیو آموزشی نیست. اصول اولیه این که چه میوه خوبه، چه میوه بد رو جای دیگه ای گفتم. قسمت 27. تشخیص میوه های خوب و بد. اگر ندیدید ببینید که اون آموزش ماهیگیری هست و اینجا اما فقط میخوام بهتون ماهی بدم لیست اولویت یا ترتیب خاصی نداره اما بر اساس بار گلایسیمی یا گلایسیمی لود انتخاب شده این با شاخص گلایسیمی فرق میکنه که باز در قسمت 27 که بعدا قرار ببینید باهاش آشنا میشید از طرفی این رو هم اضافه کنم که 100 تا 150 گرم میوه در روز کافی هست این رو متاسفانه عموم مردم اشتباه برداشت میکنن که وقتی میگن پرتغال خوبه ما میریم و یک کیلو دو کیلو پرتغال رو میخوایم که یه جا بخوریم درسته خوبه ولی مقدار زیادش باعث میشه که یه حجم زیادی قند وارد بدن بشه پس برای ما انسولین پانکراس کبد دردسر اضافه درست بکنه توی بحث میوه خوردن باید کم بخورید و همیشه بخورید این حرف تکراری رو احتمالا که خیلی هم زیاد شنیده باشین برای مواد قندی به شدت درست هست کم مصرف کردن بدن این اجازه رو میده تا قندی که مصرف کردید رو بسوزونه و نیازی به وارد شدن انسولین یا کبد به میدون نباشه چیز دیگه ای مردم رو به اشتباه میندازه توصیه اکثر سایت ها هست مصرف 400 گرم میوه و سبزیجات لازم هست اما میدونیم که این دو میوه و سبزیجات با هم خیلی فرق میکنن خب چقدر از هر کدوم این رو کسی دقیق نمیگه اما نظر من به 100 گرم میوه و 300 گرم سبزیجات هست یا 150 450 یه همچین نسبتی یه نکته که دیگه هم وجود داره که در آخر زیاد میوه خوردن ما رو بیخاصیت میکنه برخلاف خیلی مواد غذایی دیگه بدن توانایی ذخیره خیلی از ویتامین ها مثل ویتامین C رو نداره ویتامین اصلی هم که اصلا میریم سمت میوه به خاطرش همین ویتامین C پس زمانی که شما زیاد مصرف میکنید حجم زیادی از این ویتامین هدر میره تنها چیزی که از اون زیاد خوردن میوه باقی میمونه قند بالایی هست که وارد بدن کردید و به انسولین و کبدتون فشار آوردید خانواده بری ها بلو بری بلک بری توت فرنگی همگی در این خانواده قرار می گیرن که بسیار بار گلایسیمی کمی دارن لیمو شاید به چشمتون میوه نیاد ولی بنده خدا هست اگر به دنبال ویتامین C هستید لیمو خیلی گزینه خوبی میتونه باشه مقداری توی چای یا بطری آبتون بریزید با پوستش حتی هم طعم خیلی خوبی داره هم خاصیت هم بار گلایسیمی پایینی تقریبا زیر یک واحد نارگیل شاید همیشه و همه جا گیر نیاد اما انقدر گزینه خوبی هست که اگر گیرتون اومد حتما استفاده بکنید مخصوص مخصوصا برای افرادی که دیابتی هستن چون بار گلایسیمیش حتی از لیمو هم کمتره زردالو گزینه بعدی میتونه باشه بار گلایسیمی خیلی پایینی داره و خب طعم فوق العاده ای نارنگی میتونه گزینه بعد باشه که باز قند کمی داره بار گلایسیمی حدود چهار به شرط اینکه ارگانیک باشه مورد بعد طالبی هست که شاید تعجب کنید اما نسبت قند به سایر مواد تشکیل دهندهش مثل فیبر و آب هست که مهمه بنابراین طالبی بار گلیسیمی حدود چهار رو داره در مصرف 100 گرم و گزینه خیلی مناسبی میتونه باشه برای افراد دیابتی پرتغال هم جز چهارتایی هست و همچنان گزینه مناسبی برای عموم افراد و مخصوصا افرادی که مقاوم به انسولین هستند گلابی گزینه بعدی هست که باز بار گلیسمی حدود 4.5 نیم داره و خیلی میتونه میوه خوبی باشه مورد بعد هندونه هست که مجددا شاید تعجب کنید اما مثل طالبی چون فیبر و آب خیلی زیادی داره نسبت قند رو به کل چیزی که میل کردید کم میکنه و در نهایت این قند آرومتر جذب عروغ میشه هندونه هم بار گلاسیمی حلولش پنج و هم داره هلو مورد آخر هست این میوه خوشمزه که راحت هم میره تو گلو بار گلاسیمی معادل چهار داره که مجددا خیلی کم هست و مناسب عموم افراد مخصوصا افراد دیابتی یا مقاوم به انسولین تمام مواردی که خدمتون گفتم همگی مثال بودن اصل موضوع این هست که بار گلاسیمی میوه یا در کل هر غذایی که میل میکنید باید تا جای ممکن پایین باشه اگر میوه به ذهنتون میرسه حتما در این سایتی که میذارم لینکش رو جستجو بکنید توی توضیحات هم لینکش رو میذارم اگر خیلی خیلی دوست دارید اون میوه رو و بهتون خیلی خیلی حس خوبی میده احتمال خیلی زیاد قندش هم بالا هست ولی خب بگردید ضرر نداره اگر فکر میکنید این ویدیو میتونه برای شخص خاصی مفید باشه حتما برای اون عزیز بفرستید شاید بهشون کمک کرد امیدوارم این محتوا براتون مفید بوده باشه و با تنی سالم از دکتر و راهروهای بیمارستان دور موفق باشید اما اگر ندیدید اوم افراد دیابتی یا مقاوم به انسولین از میوه میترسن و همیشه دستشون میلرزده که چی بردارن یا چی بخورن و همیشه دستشون میلرزه که چی بردارن چی بکنن ولی اوا اوا